le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، یکی دیگر از برنامه‌های زیر آسمان پاریس و این بار گزارشات درباره موسیقی در دو گزارش تا اندازه متفاوت. گزارش اول کنسرت دو گیتاریست و یکی ایرانی، مانلی جمال که از کانادا به پاریس آمده بود و واقعا حیف که از این کنسرت یک ساعت و نیم که با بیان شیوا نحوه زندگیش کشورهایی که در اروپا و حالا در کانادا زندگی میکنه، روایت با موسیقی ایرانی، رابطه با خانواده و وعهای بسیار، اما حاصل یک گزارش کوتاه از نوازندگی گیتار و همینطور میزبان هنرمند دیگر او در پاریس که از شما دعوت میکنم به اون توجه کنید. تا دقایق دیگر در چند متری کوچه قدیمی مفتار در محله پنجم پاریس، در این تئاتر کوچک شاهد هنرنمایی دو هنرمند خواهیم بود که دلیل حضور دوربین زیر آسمان پاریس در این مکان است. اگرچه هنرمند همکار مانلی جمال، هنرمند ایرانی، نیز تبحر و علاقه خاصی به گیتار دارد، اما این اوست که ترتیب دهنده این کنسرت است. سبک و روالی که از ورای بیان خط سیر زندگی و موسیقی و گاه آن را بیان می کنند و نحوه بیان تام و تمام است. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Shai Sebag, je suis guitariste fingerstyle de Paris. Et c'est pas exotique mais voilà, de Paris et من شای سباک هستم. ضمن معرفی کوتاه خودم باید بگویم که چگونه سالانه چند نوبت کنسرت مشترک با گیتاریست ها با ملیت های گوناگون فراهم می آورم. در اینجا ابتدا به بخش های از کارهای خود او توجه کنید. Guitariste, on va dire, de la jeune génération, on va dire fingerstyle,
و حالا نوبت به گیتاریست جوان ایرانی مانلی جمال میرسد که به دلیل سفرها و اقامتهای متعدد در این سالها و حالا در کانادا او را کانادایی معرفی میکند، اما میگوید که او از ایران آمده است. او که خود را ایرانی سفر کرده میداند و در طول کنسرتش و سازش مسیر آمده را بیان میکند. تواضع بیان و سادگی و روال بیان، سکوت و نور سالم را به خدمت می‌گیرد تا بگوید و بنوازد. Very happy to be here. This is my last show of the Europe tour, so it's kind of a bittersweet show for me. Thank you.
و حالا در دومین قسمت کار خانم نیلوفر ریاحی، آشنا به موسیقی، تحقیقات و تحصیلاتی بسیار. ایشان در یکی از آخرین کنسرت‌هاش در تالار شهرداری پاریس هفتم به همراه ایوان نوایی، شخصیت موسیقیدان فرانسوی ایرانی پیانیست، ترانه‌های واقعا به یاد ماندنی رو اجرا کردن، با این وعده که کنسرت‌های بعدی ایشان رو با پوشش بیشتری برای شما منعکس خواهم کرد. در پاریس یکی از وظایف شهرداری‌های 20 منطقه معرفی و اشاعه فرهنگ هاست. اگر رقابت برقرار است اما برتری معنا ندارد. شهرداری های محله 15 در صدر به دلیل سکوت بیشتر ایرانیان و سپس محله های 6، 7 و 16 در این سالها به هنر ایران پرداختند. در شهرداری 7 طی مراسمی که به دلیل کوتاهی وقت بخش سخنرانی ها را در این گزارش نخواهید دید، فرصتی بود برای ایوان نوایی، نوازنده پیانوی ایرانی فرانسوی، و نیلوفر ریاحی، موسیقیدان، تا رسیتالی از ترانه های آشنای ایرانی را ارائه بدهند. برنامه ای ساده که حال و هوای ایران را داشت و تماشاچیان فرانسوی و ایرانی نیز همین را به یادگار با خود بردند. شما سالهاست که در پاریس به کار فرهنگی اشتغال دارید، ترانه خوانی از جمله کارهای شما. بعد از کنسرتتون در تالار شهرداری اینجا در محل مسکونی شما، شاید اولین سوال این باشه که چرا میخونید و چند وقت میخونید؟ من انگیزم از خوندن اینه که
حس و حال و شور درونیمو با دیگران بتونم به دیگران تقدیم کنم و اشتراک بذارم. و این یه مسئله خیلی مهمه برای من. و همیشه برای من مهم بوده توی تمام کنسرت‌هایی هم که دادم به هر زبونی که بوده کسایی که گوش میدادن همیشه بعدش اومدن پلو من و میگفتن که حتی اگر زبونی که میخوندم متوجه نمیشدن میگفتن یه حس و حال رو ما متوجه شدیم و برای من این خیلی مهمه. موسیقی برای من یک زبان بین المللیه و برای همینم هستش که به زبانهای مختلف، به فارسی البته و به انگلیسی، به فرانسه، به ایتالیایی، به آلمانی، به اسپانیایی میخونم و به سبکای مختلف، کلاسیک، فولکلور، اصیل و تمام اینا برای من خیلی مهمه، برای اینکه من شیفته هنرم. از کودکی انواع اقسام هنرها رو رفتم. تابلوهای نقاشی دور شما این رو میگه. تابلوهای نقاشی دور من، حتی اگه خودم هم نقاشی میکردم سالهای پیش، ولی این تابلوهای نقاشی همه مال خاله من. خاله من اینا رو نقاشی کردم. بسیار زیبا. انتخاب شما در زمینه هنر خواندن چیست؟ آیا به محتوا و کلمه و شعر میپردازین؟ به ملودی میپردازید؟ یا اون چیزیه که به دلتون نشسته؟ هر سه، برای اینکه خیلی مهمه. کلامی که میخونین خیلی مهمه، برای اینکه من چون باید وارد اون چیزی که کلام میخواسته مطرح بکنه و توی اون وارد بشم که اونو بتونم توضیح بدم با خوندن. در نتیجه کلام خیلی مهمه، موسیقی البته دیگه، ملودی خیلی مهمه و اینی که خودم هم جذب به اون شده باشم. وگرنه اهمیت داره خیلی. بله، وگرنه اگر آدم اون شیفتگی رو نداشته باشه نمیتونه اون حس رو به دیگران بده و به صورت مکانیکی میخونه. مکانیکی هم هیچ حالی به آدم ها نمیده. Sardam o bir an.
خیلی از ترانه های شما در واقع اقتباس و تکرار ترانه هایی است که خوانندگان دیگر اجرا کردن. آیا خودتون مایل نیستید که ترانه هایی رو که برای شما ساختن، حالا یا خودتون به ساز پیانو آشنایی دارید و کارهای مجزایی رو بخونید که متعلق به خودتونه؟ بله، من اینو شروع کردم و یه کنسرتی 17 دسامبر من شرکت میکردم که توی این کنسرت یک قطعه از چیزایی که خودم هم کلامشو خودم نوشته بودم هم موسیقیشو خودم، و خیلی استقبال کردن منو، تشویق کردن که ادامه بدم، و من چند تا الان شعر رو آهنگ و کلام و اینا رو همه رو برای چند تا آواز رو نوشتم. وعده دیدنش رو به بینندگان برای کی داده باشیم؟ فکر میکنم چند ماه دیگه میتونیم ببینیم و بشنویم. من در مورد آواز شما به دلیل محدودیت وقت و عدم آشناییم فقط به معنای سلیقه واقعا باید زیاد بگم، به خصوص با اون چیزی که اینجا در خانه شما میبینم. ایرانی ترین خانه است که در این مدرن بودن میبینم، اما گلهای اینجا رو هم دیدم به اضافه دکور خانه شما. فکر کردم چقدر اینجا به ایران نزدیکه. چه چیزی در از ایران در اینجا نیست و کمه؟ خیلی چیزای ایرانو همینطور که شما گفتین من اینجا دور خودم جمع کردم. تنها چیزی که کمه بوی ایرانه. حتی با گلها بوی ایران یه چیز دیگه است. حتی گلها اون بویی رو نمیدن که من یاس دارم، ولی بوی یاس ایران رو نمیده.